بازار تاریخی عراق با قدمتی حدود 200 سال مربوط به دوره قاجار است. این بازار تنها بازاری در ایران است که نقشه های آن پیش از احداث تهیه شدند و از این حیث قابلیت ثبت جهانی دارد. بازار عراق در کنار کارکرد اقتصادی دارای کارکردهای فرهنگی، آموزشی و مذهبی است و در مرکز بافت شطرنجی عراق در مساحتی حدود 14 هکتار واقع شده است. بازار در طول عمر خود دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است، به طوری که طبق مستندات از سال 1335 تا کنون 42% بافت اصیل بازار از دست رفته است. تخریب‌ها را به راحتی می‌توان در سراها، کاروانسراها، گذرها و راسته بازار شاهد بود و این تخریب‌ها ضرورت مرمت اساسی بازار را نشان می‌دهد. بالکونا را سال 88 بازسازی کردم، مرمت کردم دو بار و این چکه میکنه از این بالا استاندارد درست نکردن و نظر بخکشیش هم غیر استاندارده، یعنی سیما مثلا اینجا فیوز ندارن، امکان آتش سوزی هست. نیازم به بخش و گفتگو و این چیزا نیست. از یه منطقه یا یه جعبه تقسیم چقدر کابل رفته همه رو بتونید بررسی کنید. این سخت مرتب در حال چکه کردنه بین همین دوتا ستون، یه بارندگی میکنه مرتب آب میره پایین میره تو انبارهای مردم. اینجا سرای کتاب فروشاست، در واقع حیات سراست و انتهای حیات. این بالکنش در اثر گذشت زمان و باد و بارونی که اومده بود یه مقداری نشست کرده بود، ولی بعد از این طوفان و سیل اخیری که اومد این کامل نشست کرده، از فکر میکنم سه قسمت، حالا بیشتر، سه قسمتش خیلی دیگه عمیق شده این اتفاق. ما رفتیم به میراث فرهنگی اعلام کردیم، نامه زدیم، گفتیم که اینجا دیگه خطر جانی داره، یعنی حالا باز تخریب آثار باستانی به یه طرف، ولی دیگه این داستان دیگه واقعا داره کار به جایی میرسه که ما الان بالا رو، حالا شما بیاین از نزدیک ببینین، تخته گذاشتیم، طناب زدیم که کسی نره اون نزدیک. حتی چند وقت پیش این نرده بالا افتاده بود که باز ما خودمون با سیمین رو وصلش کردیم، نگهش داشتیم، افتاده بود پایین که وقتی که ما اومدیم دیدیم دو تا عکاس پایین بودن که دقیقاً با فاصله شاید 20 سانتی کنار اونا افتاده بود، که خدای نکرده اگر رو سرشون افتاده بود که معلوم نبود چه اتفاقی میفته. اون قسمت هم شما بریم ببینین یه حالت آبنباری هست که دقیقا در اثر همین آبی که اومده و شست و شو داده اون آجرای قسمت پایینش تماما ریخته و داره از زیر خالی میشه، یعنی دقیقا زیر همین واحده و اگر اون یکم دیگه بره پیش بره، چون از بالا هم ترک داره احتمال ریزشش از اون قسمت هم هست، یعنی احتمال داره یهو فرو بریزه. ما از سال 96 که استارت کار تهیه تر مرمت جامع بازار و احیاش کلید خورد درگیر به روز رسانی و تایید طرح بودیم. خوشبختانه بعد از تعداد زیادی جلساتی که انجام دادیم مسبب شد طرح در خصوص مرمت و احیای مجموعه بازار، پیگیری اعتبارات لازم در از محل اعتبارات استانی و ملی هستیم برای پروژه خاص مجموعه بازار عراق. در حال حاضرم در سال گذشته ما تقریبا 4 نقطه مستقیم به صورت پیمانکار عملیات اجرایی اونجا رو انجام دادیم که سرای صندوق سازها، سرای کاشانی و راسته اصلی بازار به سمت خیابان حصار بالغ بر 2 میلیارد از محل اعتبارات ملی هزینه شده و 500 میلیون تومان هم اعتبارات استانی ما سال 1400 دریافت کردیم و هزینه شده. با تایید نهایی طرح مجموعه بازار عراق انشالله نقشه راهی تهیه شده که دستگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاهایی که متولی این کار هستند با طرح مطابق طرح مرمت و احیای بازار در دستور کارشون قرار بگیرن و با نظارت میراث فرهنگی نسبت به مرمت و احیای این مجموعه عظیم که به نوع خودش منحصر به فرد و به صورت کاملا مهندسی ساخته شده کمک میراث باشن جهت مرمت و احیای مجموعه بازار. تقریبا خیلی از سرای بازار نیاز به مرمت و تعمیر اساسی داره و بعضا بعضی از سرها خب نیاز فوری تری داره. ما بیشترین آسیب را از سطح، یعنی از زیر پایمون و روی سقف‌ها داریم که باعث میشه بازارمون به این روز بیفته.
مرمت‌هایی که طی سالیان گذشته انجام شده متاسفانه به هر دلیلی که دوستان باید خودشون پاسخ خوب باشن، مرمت‌های اصولی نبوده، نه تنها کاری را درست پیش نبرده بلکه زیان‌های بسیار زیادی به پیکر این بازار وارد ورده، که از جمله میتونید به بالکن سرای کاشانی نگاه کنید که بلافاصله بعد از اولین بارندگی و تعمیرات اساسی که طی 3 سال قبل شد، ما مجبور شدیم دوباره از دوستان بخوایم که شمع‌های را زیر بالکن بذارن. دچار فرسودگی و ریزش سری شد، توی ستون‌ها و پای ستون‌ها بلافاصله از طریق ناودان‌ها آب جمع شد، آجری که روی بالکن کار شد آجر مناسبی نبود و باعث شد مثل اسفنج آب را انتقال بده و سطح بالکن پر از آب و مخزن آب بشه و باعث نفوذ آب به داخل ستون‌ها بشه و ستون‌ها به سرعت در حال فرسایش هستند و همچنان منتظر این هستیم که مجدداً توسط سازمان‌های زیرب مورد بازسازی و بازنگری قرار بگیرن. بعد از اولین زمستان تمام این سرها از بین رفت، تمام اینها از بین رفت، یکی دو تا ده تا هم نیست. آب اونجا بر میگرده اون سمت، یعنی آب وقتی بارون میاد، وقتی ناودون میاد، آب میاد توی ستون، از تو ستون میره جمع میشه پشت در مغازه. کف این بازار 80 سانت بردن بالا، تمام آبای ورودی بازار وارد سراها میشه. این شمع اینجا زده شد، ما گفتیم اینجا در حال ریزش شکاف پیدا کرده، اگر میخواید درست کنید اول این سقف رو درست کنید، اینو محکم کنید، بعد بیاید اینو بذارید. این حائلش اونه، این کشیده میشه. الانم اینو اگه برداریم چه بسا دیوار آروم آروم شکاف پیدا میکنه و به ناگهان میریزه وقتی که تعادل از بین رفت، ریزش اینجوری پیدا میکنه. اگر این مرمت مشمول زمان شود، ممکن است تخریب‌های بیشتری را در بازار شاهد باشیم، کما اینکه امروز برخی از سراها به لحاظ ایمنی وضعیت نامناسبی دارند.